این مسئله را می توان در لابلای خاطرات علم با لحنی انتقادی مشاهده کرد. انتقاداتی گاه مشفقانه اما با چاشنی طعنه های تلخ. هر کسی بحث انتقاد و ایراد داره از سر راه برداشته پادشاه. این ثبت شده. نمیتونیم بگیم نه. این کارها رو کرده. مسعودی رئیس روزنامه، مدیر روزنامه اطلاعات دق کرد از رفتار پادشاه. حتی تو خاطرات علم، تو یادداشت‌های علم ثبته. مسعودی هم از اون رفتار از بین رفت. اما اگر اسدالله خان میمونه به واسطه صداقت و وفاداری 100% که داشته به شخص پادشاه، انتقاداتش پایه در وفاداری داره، نه پایه در نارضایتی. رئیس دانشگاه تهران هوشنگ نهاوندی کاغذی به من نوشته بود که چون استادان شکایت کمی حقوق را به پیشگاه همایونی تقدیم داشته اند، نخست وزیر گلمند است. فرمودند نخست وزیر گه خورده که گلمند است. همینطور بگو. در دهه 60 با شاه خیلی راحت‌تر میشد صحبت کرد و در دهه 70 هنوز قیمت نفت بالا نرفته بود. این نفت یکی از بلاهای نه فقط اقتصاد بلکه سیاست ایران هم بوده، هنوز هم هست. من یک مرتبه در همون دهه 70 که خودم دیگه کار خصوصی میکردم با علم صحبت میکردم و یه موردی رو یادم نیست چی بود که بهش گفتم که باید به این چیزها توجه کرد و این خیلی وخیمه و اینطوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه و چرا شما اینا رو به شاه نمیگید. برگشت من گفتش که این شاه عیناً به همین صورت، این جملهش بود، گفت فلانی این شاه اون شاهی که تو میشناختی نیست. به عبارت دیگر خود علم هم با توجه به اینکه اونقدر به شاه نزدیک بود، با توجه به اینکه از همه اونا خودش مسئولتر میدونست برای اینکه به شاه حقایق به اون صورتی که خودش میدید بگه، اون هم دیگه اون جرأت دهه 60 نداشت.